look younger on your next birthday. خدمات بوتاکس، فیلر، پی آر پی، آر فرکشن، مایکرو نیدلینگ، انواع درمان های لیزر و پکیج های کاهش وزن در یک مجموعه زیر نظر پزشک خانواده و کادر متخصص. Best or nothing. عرض سلام و ادب خدمت بینندگان عزیز شبکه ITC. زهرا خدایی هستم، پزشک فارغ التحصیل از ایران و سرتیفاید اسکین اند لیزر تراپیست. امروز در خدمتتون هستیم با آقای دکتر مرشاد محمودی، فامیلی فیزیشن و همسرم. بحث رو اختصاص دادیم به درمان PRP و اهمیت PRP برای درمان ریزش مو. خب منم خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، از کلینیک زیبایی کاهش وزن آوا در خدمتتون هستیم. اگه گفتیم بحث جالبیه PRP، مواد استفاده فراوانی هم داره، اطلاعات بیشتری رو در موردش در اختیارتون قرار بدیم. همونطور که فکر کنم خیلی از شما ها میدونید که PRP چی هستش، ولی توضیح کوچولو میدم که اصلا PRP چی هستش. PRP یه نوع درمانی هستش که از پلازمای خود بیمار استفاده میشه و پلازما رو ما تزریق میکنیم به سرنگ ها و سوزن های بسیار ریز تو قسمت های مشکل دار پوست و یا مو و دست و هر قسمتی که مشکل داشته باشه. و نتیجه PRP چون دقیقا همون لحظه دیده نمیشه، خیلی ها نمیدونن که PRP پروسه درمانی هستش که نیاز به صبر داره و بعد از حدود 5 یا 6 جلسه هستش که ریزالتش رو ریزرزه میتونیم ببینیم. دقیقا PRP دقیقا platelet rich plasma، بخشی از خون و خون اگه بریزه توی ظرفی گلوبول قرمزش میاد کف ظرف، چی که باقی میمونه در حقیقت یه مایع زرنگه که پر از فاکتور رشد هستش. این فاکتور رشد رو برای چیز مختلف درمانه مختلف استفاده میکنن. اینجا برای ریزش مو مثلا استفاده میشه، مثلا تو ورزشکارا برای تسریع بهبود درد و آسیبای عضلانی تاندونی و مفصلی ازش استفاده میشه. موارد مصرفش فوق العاده زیاد هست. ما اینجا روی درمان مربوط به مو تکیه میکنیم و کازمتیکش فوکوس میکنیم. البته یه چیز رو قبلش پرانتز بگم، برای ریزش مو PRP وقتی مفید هستش که شما فولیکول مو داشته باشین، فولیکول مو آسیب دیده یا خسته یا بیمار داشته باشین. مثلا اگه آقای دکتر رو نگاه کنی تو قسمت جلوی سرشون، من نمیتونم از PRP استفاده کنم برای رشد مجدد مو، ولی قسمت وسط سر یا این قسمت آقایون اکثرا مشکل دارن چون هنوز فولیکول هستش. هنوز ما فولیکول هایی داریم که بتونیم با تزریق پلازما اونا رو قوی کنیم، زنده ترشون کنیم، وجود داره. بنابراین یه پنجره برای این کار وجود داره، یه پنجره زمانی. اگر که از اون پنجره زمانی بگذره، فولیکول هایی که رو اون بخش پوست مو هستن اونا دیگه از بین برن، PRP طبیعتاً خیلی مفید نخواهد بود. اما این رو باید حتما بهش دقت کرد. در مورد موارد استفادهش بتونیم صحبت بکنیم، اینکه چه کسایی به چه دلیلی نیاز دارن. بهترین کاری که میتونن کسایی که مو کاشتن، جدیدن مو کاشتن استفاده کنن PRP هست. همونطور که میدونیم مثلا اگه یه نفر 1000 تا گرافت گرفته باشه و مو کاشته باشه، این گرافت ها نیاز به تغذیه دارن، نیاز دارن که حالشون خوب بشه و بتونن قوی بشن که بتونن بمونن قسمتی که کاشته شده. بعضی از عزیزان میرن ایران و مو میکارن و نمیدونن که باید حتما 3 ماهه اولی که مو کاشتن بیان از PRP استفاده کنن، کمک کنم با فولیکول های گرافت شده که حالشون خوب بشه. پس حتما یادتون باشه اگر مو کاشتین، PRP یکی از درمان هایی هستن که حتما باید انجام بدین تو 3 ماهه اول بعد از کاشت مو. همینطوره. بید اکثریت کسایی که ریزش موی مردانه دارن، که خانم ها میتونن همچین ریزش موی رو به این ترتیب داشته باشن، اینه بانک موی خیلی خوبی دارن، اونایی پس سریع که از اونا میان گرافت رو میگیرن و نواهی که خب فولیکولاش از دست داده استفاده میکنن. اونجا هم بازی پنجره زمانی وجود داره، برای اینکه شما جریان خون ناحیه رو زیاد کنی، مواد مغذی بهش بدی، فاکتور رشد بهش بدی،
و اجازه بده که این فولیکول رشد که مثل گیاهی که تازه داره رشد میکنه فرجایل و مستعد به این که جدا بشه دوباره از اون محل پوستر، شما بهش قدرت بدید که اینا روی پوستر بمونن. برای این الان جز در حقیقت پروتکل درمانی حتمی هست، حتمی هستش توی کاشت مو که باید حتما پی آر پی رو انجام بدید. و دیگه این که اگر یه نفری مراجعه میکنه به پزشک به خاطر اینکه موهاش جدیدن ریزش پیدا کرده، بهترین زمان هستش که شروع کنه پی آر پی رو، برای اینکه بعضی از فولیکول ها وقتی ریزش پیدا میکنن دیگه روش مجدد ندارن و ما از دهن مویی که ریزش شدید پیدا میکنه احتمال داره سه تاش دیگه روش مجدد نداشته باشه. میتونیم با پی آر پی باعث بشیم اون سه تایی که قرار بمیره و دیگه روش نداشته باشه خودشو بهتر باشه و بمونن برای ما. یه موردی که من خیلی دقت کردم تو کلینیک، حالا کلینیک زیبای خودمونم نه تو کلینیک فامیلی فیزیشن هم مراجعه میکنن، کسی که تازه از ایران اومدن اینا هم به من میگن که ما بعد از چند ماهی که وارد کانادا شدیم ریزش موی خیلی خیلی شدیدی پیدا کردیم. این بخص خانم‌ها رو نگران می‌کنه، آقایون هم طبیعتاً به همین ترتیب استرسشون بیشتر هستش. غذا آب و هوای جدید هستش، اومدن همه چی تازه هستش و واقعاً شوکی که به بدن وارد میشه. قسمت‌های مختلف خودشو نشون میده، میتونه ریزش مو داشته باشین، میتونین خستگی پوست داشته باشین، میتونین چاقی باشه، پرخوری باشه، خیلی چیزای مختلف. استرس هورمونا دقیقاً میتونه بالانس بشه. بنابراین علاوه بر اون ویتامینایی که ما به صورت کلی پیشنهاد میکنیم، میگیم برای رویش مو سلامت پوست مو مفید هست، مثلا اینکه مطمئن باشید آهنتون کم نیست، تیروئیدتون پرکار کم کار نیست، اینکه مقدار ویتامین A که دریافت میکنید، ویتامین D که دریافت میکنید، زینکی که دریافت میکنید اینا کافی هست، بایوتینی که فوق العاده خوب هستش برای رویش مو اینا رو استفاده میکنید، این همه درمان فوق العاده است که میتونید ازش استفاده کنید برای نجات دادن. دقیقاً. یه مورد دیگه هم این که پی آر پی شاید به نظرتون یه پروسیجر خیلی ساده بیاد ولی اینطور نیست، شما حتما باید پیش کلینیک رو مراجعه کنید که اکسپریانس درمان متعدد پی آر پی داشته باشه، برای اینکه ما سر موی هر کس، صورت هر کس متفاوت هستش، همونطور که اثر انگشت ما متفاوت هستش صورت و موهامون هم متفاوت، روش یک روش رو نمیتونیم برای تمام بیمارانمون انتخاب کنیم. ما اگه وقتی مریضمون به کلینیک آوا مراجعه میکنه برای یه نفر پی آر پی استفاده میکنیم که مثلا عمق بیشتری تزریق میکنیم، یا یه نفر هستش که پی آر پی رو جلد هر دو هفته یک بار انجام میدیم، یه نفر میتونه بیاد و پی آر پی رو ماهی یک بار برش انجام بدیم. پس پی آر پی حتما باید جایی برین که حتما پزشک باشه، اکسپریانسش رو داشته باشه. و دیگه اینکه شما باید در جریان بشه که پی آر پی به تنهایی نمیتونه کاملا شما رو کمک کنه، بعضی وقتا پزشکتون تشخیص میده که شما میخواین در کنارش مزوتراپی داشته باشین یا یه داروی خاصی استفاده کنید و یا ساپلمنت خاصی استفاده کنید، لازم باشه که تشخیصی داده بشه، ببینید آزمایش خون نیاز هست، هورمونا بالا است، هورمونا پایینه، مشکل تیروید برقرار نیست، اینا همه در کنار هم دیگه باید بررسی بشه، لازم بشه درمان دارویی داده بشه، لازم بشه ریفرال صورت بگیره، کار مختلف هست که میشه انجام داد. کار مختلف دقیقاً. امیدوارم که بحث امروز مفید بوده باشه برای شما و اگر سوالی داشتین در مورد پی آر پی یا ریزش مو میتونین به کلینیک آوا مراجعه کنید. ما اونجا فامیلی فیزیشن داریم که میتونین کانسالت کنید باش، اگر بیماری زمینه‌ای دارید اون رو براتون کشف کنیم، درمان کنیم و در کنارش هم از کار پروسیجرهای زیبایی استفاده کنین برای هر نوع درمانی به خصوص اگر ریزش مو دارید. موفق باشید. ما در خدمتتون هستیم تو کلینیک، امیدوارم که این برنامه اطلاعاتش براتون مفید بوده باشه. حتما یادتون باشه که ما رو توی اینستاگرام تعقیب بکنید، اطلاعات خیلی خوب مفید نتیجه درمان بیمارانمون رو ما اونجا میذاریم به صورت مرتب و اطلاعات قابل توجهی که میتونید ازش استفاده کنید. خدا همراهتون باشه. خدا باشه. Look younger on your next birthday. خدمات بوتاکس، فیلر، پی آر پی، آر اف فرکشن، مایکرو نیدلینگ، انواع درمان های لیزر و پکیج های کاهش وزن در یک مجموعه زیر نظر پزشک خانواده و کادر متخصص. Best or nothing.